کوثر حسینی محصل بخش علوم سیاسی پوهنتون آمریکایی افغانستان است. او که سال پایانی تحصیلش است، بیشتر از هر چیز دیگری به مسائل درسیش می پردازد. اما در این روزها که تلاشها برای رسیدن به صلح جدی‌تر شدند، کوثر هم مانند شهروندان دیگر امیدواری ها و نگرانی های خودش را از این روند دارد. یک از این نگرانی های او احتمال محدود شدن آزادی های زنان در این کشور است. می گوید که حفظ حقوق و دستاورد های 20 سال گذشته در باره زنان برای تحکیم یک صلح همشمول و همیشگی بسیار مهم هستند. اگر برای ما، برای کسی که صلح می خواهد، اصلا چیزی باشه که وقتی از جان خود نترسیم، بیرون رفتیم نترسیم که انتحاری بشه و ما خوش باشیم، شاید این همچین صلح یک روزی دستیافتنی باشه بعد از مذاکرات صلح. ولی یک صلح همشمولی که بتونه مثلا مردم آزادی بیان داشته باشن، مردم آزادی هر کاری که میخواین دوست داشته باشن انجام بتن داشته باشن، فکر نمیکنم اون صلح دستیافتنی باشه با آمدن یک اتفاق. کوثر هرچند طرفدار حضور دوامدار نیروهای بین المللی در افغانستان نیست، اما میگوید که خروج زود هنگام این نیروها ممکن است اوضاع را در افغانستان دگرگون کند و گروه های تندرو بیشتر از پیش فعال شوند. اردوی ملی افغانستان اوقدر قوی نیست که بتانه امنیت سرتاسری را به عهده بگیره اگر امریکا یا نباشه. ولی خب هر جامعه به یک نیاز، به یک چالش داره. با این همه کوثر 22 ساله امیدوار است که صلح در افغانستان تامین شود و او در کنار هم نسلانش فعالانه برای توسعه و آبادانی کشورش تلاش کند. با اساس تفاهم نامه‌ای که در 29 فوریه سال گذشته بین طالبان و آمریکا امضا شد، دولت آن زمان آمریکا به رهبری دونالد ترامپ تعهد کرد که تا اول ماه می نیروهایش را از افغانستان بیرون می‌کند. اما حکومت فعلی آمریکا به رهبری جو بایدن گفته که خروج این سربازان تا اول ماه می دشوار است. همچنان سرنوشت افغانستان موضوعی مورد بحث در نشست ترکیه خواهد بود، نشستی که گفته شده در روز 16 ماه جاری عیسوی برگزار خواهد شد. در ادامه روند صلح افغانستان، ماه گذشته مسکو میزبان نشست میان طالبان و دولت افغانستان بود، اما از حضور کمرنگ زنان در این نشست انتقاد شد. اکنون زنان فعال چون کوثر حسینی میگویند در نشست استانبول باید حضور زنان رنگین باشد و در هر گونه تفاهم صلح با طالبان حقوق و آزادی های زنان نباید به معامله گرفته شود.